نشستم در انتظار این غبار بی سوا، دقیق کز شبی چنین پرنده پرنده می زنم. آقا شدی دهه 50 شمسی دوران گرایش مردم در ایران به موسیقی در فرم‌های غربی بود. تهیه کنندگان رادیو و تلویزیون ملی کمتر به موسیقی دستگاهی روی خوش نشون می‌دادند و جو غالب در جامعه روشنفکری هم در تضاد با هر نوع گرایش سنتی بود. اون موقع موسیقی یک شرایطی رو از سالها قبل پیدا کرده بود که یه آدم مثل لطفی رو میطلبید. از اون نوع موسیقی که لطفی بعداً اومد بود دوره دیده بود به صورت ردیف نوازی به این شکل دیگه سالها بود خبری نبود. موسیقی رو از کلاس و درس و چیزهای آکادمیک شروع کردیم. دو تیپ هم دیگه، یه عده دیگه هستن که آزاد موسیقی کار کردن که لطفی از نمونه خیلی خوب اونا بود که موسیقی رو از تو خانواده و تو محافل و مجالس اتفاقا مجالس اهل موسیقی شروع کرده و جنبه مجلسی سازش هم برای همین غریب بود. در اون شرایط لطفی جایگاهی پیدا کرد تو جوونا، شروع حالی داشت و جوونایی که دلشون می‌خواست ساز بزنن به این سمت و سو اومدن و لطفی میشه گفت یک جریانی رو انداخت با همون شیوه و سبک و سیاقی که ساز میزد و توجهی که به موسیقی ردیفی داشت و عهد قاجار داشت و به اون تأکید میکرد و همون را در من مینواخت، ولی بعد ریزه 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 یک ریزه‌ای آزادتر کار کرد لطفا. یه روز در اتاق باز شد یه آدم قد بلندی با ریش کوتاه سیاه وارد شد بدون سلامی علیکی. گفت من لطفی هستم. دو تا کاغذ داد دستم، یکی نوت آهنگی بود که ساخته بود، یکی هم شعر مولانا. نگاهی به شعر کردم، خب یه دوری بود که کلمات یه معانی ضمنی هم پیدا میکردم. گفتم خب راجع به شعرش هم بعد صحبت میکنیم، مولانا به این وضع شعر زیاد داره. گفت نه، من برای همین شعر آهنگ ساختم. دیدم با یه آدم یه دنده لجبازی سر کار دارم. تو دلم گفتم وای، حاصل این لجبازی چه خواهد شد؟ هرچی باشه پای لجبازی من نخواهد رسید. بعد آقای لطفی گفت که میخوام اینو خانم مرضیه بخونم. اون با تعجب رو مرضیه؟ در این خواب، در این خواب، در این مزرعه پاک به جز مهر، به جز عشق دگر تو نکاری.
ساز که میزد لطفی به نظر من یا هر سازی رو که به دست میگرفت، ولی خب استادی و نامشون در هم نواختن تار و ستار بود که جوهر حسی رو از زخمه های ساز بیرون میکشید و وقتی که تکنوازی میکردن آدم حوصله داشت ساعتها گوش بده. با این موسیقی میرفت مثل اینکه داستانی گفته میشه براتون که کنجکاوین بشنوین چی هست اوج و فرود و همینطور چون بداهه نوازی ولی بر مبنای ردیف. تبحر لطفی در نوازندگی تار و ستار، شخصیت قدرتمندش و هدفمند بودن فعالیت‌هاش باعث شد که نفوذ زیادی بر اطرافیانش پیدا کنه و گروه شیدا رو راه اندازی کرد. گروهی با هدف زنده کردن موسیقی دستگاهی ایران که در اون ایام کمتر شنیده میشد. چون مشاورم همیشه در کارام با آقای لطفی بود، اومدم دانشکده به آقای لطفی گفتم عزیزم من حقیقتش آقای لطفی میخوام برم کار کنم با خمیرا، من سازم من زمینی که کمانچه هم میزنم ویرو نمیزنم خودت که میدونی. گفت نمیخوام بری منظم، من از خواهش میکنم این کار رو ادامه نده برای اینکه عاقبتش برای شما خوب نخواهد بود. گفتم از چه نظر؟ گفت برای اینکه او اعتبار ارزش یواشاش کم میشه و خداوند رحمت کنه لطفی رو. اون باعث شد که من این راه رو نرفتم و دنبال کمانچه نوازی و ردیف نوازی بودم و شدم هیئت علمی دانشگاه. هم از شدن لطفی با محمد رضا شجریان بدون تردید از مهمترین وقایع تاریخ موسیقی ایرانه. آشنایی این دو نفر خون تازه‌ای شد در رگ موسیقی ردیفی و دستگاهی ایران. اون موقع خون به هر من خواننده گلها بودم و چندین سال بود که کارم رو دنبال میکردم. من اولین باریشون در مرکز حفظ ارشای موسیقی که رفتم باش آشنا شدم و از اون طریق دوست شدیم با هم دیگه. تا که از تزویر باشم رهنمایی، تا که از پندار باشم خودپرست، پرده پندار می باید دید، توبه تزویر می باید شکست. من فکر میکنم جواب آوازهایی که آقای لطفی به خواننده ها میداد دانستن علم موسیقی بود، به این معنا ایشون ردیفای آوازی رو که آوازخوان میخونه همه رو میشناخت. به همین دلیل هم جواب آوازی که به هر کدوم از خواننده ها در رابطه با هر شیوهی که اون خواننده در اون برنامه اجرا میکرد آقای لطفی میدونست و با همون شیوه جواب میداد. لطفی بهترین آدمی بود که هم سن و سال خودم بود و با هم کار میکردیم و توی یک روالم در یک مکتب بزرگ شده بودیم. این بود که ما در ساز آواز خیلی با هم جفت بودیم و بهترین نوع کارامون با هم دیگه بود. ای مه من ای با Yeah.
همزمان شدن لطفی با شجریان، علیزاده و مشکاتیان از یک سو و حمایت‌های سایه در رادیو از کل جریان موسیقی دستگاهی از سوی دیگه باعث شد که برای مدتی هرچند کوتاه بستری مناسب برای تولید آثاری ناب به وجود بیاد. من بگم لطفی چه مدیریتش، چه کار هنری، چه توانمندیش در عرصه نوازندگی، پشتش آقای ابتهاج بود، گروه شیدا، گروه عارف، بعدها گروه چاووش، بنیانگذار حرکت اصلیش درست با لطفی بود، ولی پشتش، ارگانیزش، چی میدونم، حمایه، همه جور حمایت شد صرف آقای ابتهاج بود. رفتن لطفی به رادیو به جو رقابت در عرصه موسیقی دامن زد، رقابتی سازنده که منجر به تولید بهتر می شد. البته زیاد طول نکشید که گروه عارف هم به همراه حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان به رادیو رفت. خیلی ما پشت هم بودیم. ما هیچ کدوم اونطور نبود که خیلی علاقه بسرا هم عقیده باشیم با هم در همه چیز، چه در مسائل سیاسی، چه در مسائل اجتماعی، حتی موسیقی یا هنری، ولی به یک بلوغی رسیده بودیم و این جالب بود، این اتفاق نادر بود که یه تعداد اهل موسیقی در موسیقی ایرانی اینجوری با هم اتحاد پیدا کنن. صبح 18 شهریور شنبه من رفتم رادیو، دیدم همه بچه ها هستن، دیدم لوسی هم داره صحبت میکنه برافروخته و عصبانی که دیروز این اتفاقات در تهران افتاده بودم، آره خبر دارم و اینطور شده. گفت ما میخوایم استعفا بکنیم. گفتم آقای لطفی برای اینکه اینو به حساب من نذارن بگن که فلانی بچه ها رو وادار به استعفا کرده، شما جدا استعفاتون رو بنویسین به عنوان هنرمندان موسیقی، منم جدا به عنوان سرپرست واحد موسیقی استعفا میکنم. یه چند ماه بعدم که انقلاب پیروز شد و هیچ چیز هم از دست شما درد نکنه، تازه طلبکارم شدن از این به بعد یه فصل دیگه ای در کار و زندگی ما شروع میشه و ما همراه با اون مثلا اتفاقاتی که در جامعه میفته و جوش و خروشی که در جامعه هست یه مقداری سعی میکنیم همراه این جامعه بشیم و اتفاقا خیلی خیلی به پیش، یعنی به فکر ما رو پیشرفت داد. و یک چیز جالب بود اینکه موسیقی ایرانی آیا موسیقی محوله یا واقعا این موسیقی میتونه در خدمت جامعه هم باشه. این چیزی بود که ما دیگه هیچ دانشکده جایی نرفتیم اینو یاد بگیریم، اینو جامعه به ما یاد داد، دیکته کرد و در این راستا هم لطفی هم من خیلی چیزا یاد گرفتیم. اما روزهای خوش تولید موسیقی در ایران کم شمار بود. تحولات سیاسی و اجتماعی کشور رو به جایی می برد که نمیشد دورنمای درستی از آینده داشت. محمد رضا لطفی هم به لحاظ شخصیتی آدمی نبود که نسبت به اتفاقات اطراف بی توجه بمونه. از چند ماه قبل از انقلاب که گروه شیدا تعطیل شد، در زیر زمین خونه لطفی که بهش میگفتیم اتوبوس، زیر زمین باریکی بود که اینجوری مثل اتوبوس میشستیم، اونوری اینوری رو نمیشنید، تمرین سرودهای بعد از انقلاب که منتشر شد اونا رو از قبل از انقلاب شروع کردیم. چاوش در واقع که تشکیلاتی بود که هستش قبل از انقلاب ریخته شد و علتش هم این بود که منم یه روز از سربازی که رفتم منزل سایه بودیم، لطفی و سایه با هم صحبت کرده بودن در یه همچین تشکیل یه همچین مرکزی با من در میون داشتن و گفتن هدف اینه که اصلا ما یه مرکزی داشته باشیم، مرکز موسیقی داشته باشیم که مستقل از دولت باشه. تمام سرودایی که بعدها ضبط اوریجینال شد تو رادیو تو اون زیر زمین ضبط کردیم. آن زمان که بنهادم
اینکه هنرمندان چاوش شورانگیزترین آثار ملی و میهنی رو میساختن، ولی با اسلامی شدن انقلاب 57 مردم ایران، آینده موسیقی در حاله ای از ابهام فرو رفت. یه روز من و لطفی و شجریان رفتیم تلویزیون، رفتیم گفتیم آقا ما آمدیم به شما بگیم که ما و تمام بچه های گروه آماده ایم که هر کمکی بخواییم بهتون بکنیم. چرا با تکبر و چیز نه آقا ما احتیاج نداریم و فلان از این حرف. ما دومونو گوشیم رو کلو آمدیم بیرون، خیلی سرفکنده واقعا. همین سرود سبیه رو لطفی یک کپی گرفت و برد به تلویزیون داد، پخش نکرد. بعد چند ماه یه روز تلفن باران کردن خونی ما، گفتن فوراً این سرود سبیه رو به هم برسونیم. گفتن ما به شما دادیم، گفتن نمیدونیم چی شده. دوباره لطفی رفت به استودیو بل یک کپی دیگه گرفت برد بینا داد که دیگه چه روز پخش میگردن ایران سرای امید و خلاقی. همین دیگه خدمتی ما نداشتیم که قابل اونا رو بشه. بعضی وقتا انگ کمونیستی و اینجور چیزا به ما میزنن، مثلا به اون توده چریک فلان اینا، هیچ کدوم از اینا نبود. ما نه شاهی بودیم نه جمهوری اسلامی، ما با مردم کار میکردیم. مردم هر حرکتی میکردیم پا پا پاشون بودیم. میدون جاله رو به خون کشیدن خوندیم، جاله خون شد. میدون 24 اسفند رو به خون کشیدن خوندیم، برادر کفکلش آتش بشوند. سفارت آمریکا رو گرفتیم خوندیم، آفت نوع بشر آمریکا است. نمیدونم هر اتفاقی، مسئله شهید مطرح شد، 20 در مورد شهید، هر حرکتی مردم کرده، ما مردمی بودیم، نه جمهوری اسلامی بودیم نه مجاهد و چریک و توده‌ای. چاوش به خودی خود متعلق به هیچ جناحی نبود، ولی نه سایه و نه لطفی اهل پنهان کردن باورهای اجتماعی و سیاسی خود نبودند. هر دمم ساهری برانگیزد، هر دم از اختری فروزانم، نغمه ها شول رنگ میخیزد از درون تنور سوزانم. آفتابی مراست در دیدار که مکدر نمیشود نگهش، نور را جوی من در این شب تار، سهره بر دیوشم شهید رهش. از نظر فرهنگی، از نظر هنری و شناخت فرهنگ و هنریان، تبری کسی بود که فارغ از مسائل سیاسی توی مسائل صدا ادبیات هنر برخورد من داشتم. خیلی آدم پوری بود و آدمی بود که آدم رو وادار به احترام میکرد، یعنی شخصیتش. خب اشعاری گفته بود که این اشعار زیبایی خاص خودش داشت. بالاخره من که شاعر نیستم، ولی خیلی از شعرا تایید کردند و دوست داشتن، من جمله خود سایه، و این احترام باعث شده بود که لطفی این کار رو بکنه. همه میخوان باز یک چیزی بچسبونن، که البته خب لطفی خیلی موقع خودش انکار نمیکرد که چه فکری داره اینا، ولی قطعا لطفی این کارو با مثلا حس هنری و موسیقی خودش که کرد. این یه دستور حزبی براش نبود. در حالی که اجرای کنسرت بعد از انقلاب عملا غیر ممکن شده بود، لطفی و شجریان یک برنامه استثنایی ساز و آواز در سفارت آلمان اجرا کردند که البته با مشکلات فراوان انجام شد. مثلا بنا بود که ساعت 4 باشه، لطفی 5:30 رسید و من خیلی دورت شدم که آخه چرا لطفی دیر اومد، زشته ما چرا خارجی های نام چیز نکنیم، رعایت وقت رو نکنیم. خیلی ناراحت شده بودم. لطفی اومد و گفتم تو کجا بودی؟ گفت هیچی نگو. گفتم چی شد؟ گفت هیچی، گیر افتادم تو دانشگاه و اونجا و بزن و دانشگاه تعطیل کردن همه را. ما نمیتونستیم بیایم بیرون، یه مشکلی پیدا کردیم و من با اعصاب خراب تا اینجا اومدم. گفتم با اعصاب خراب چی میخوای ساز بزنی؟ گفت حالا میزنیم دیگه. تو وقتی ساز میزنیم
چه خشونتی تو سازش هست. خیلی یه جای خیلی خشن سازه لطفی، میخواد ساز تیکه پاره کنه، بس بس که داره میزنه. بعضی تیکه های آواز که دارم شاهکار بود. من فکر میکنم اگه حافظ بود پا میشد قرق بوسه میکشد. اونجا یه مفلسانی و مفلسانی و هوای خیلی قشنگ. سر این عبارت ها میمه تره یه لطفی گفت. یه روز آورد یه نوار کاسد من داد، گفت آقا دیشب ما این کنسرت اجرا کردیم، راستان باید نگفت رو آنچه کنسرت. من هیچی نگفتم. بعد یه روز دیگه به لطفی گفتم که من اگه میدونستم همچی کنسرتی هست میامادم جلوی سالن، گردنم رو کج میکردم، شاید یکی دلش میسوخت منم راه میداد به این کنسرت شما. لطفی صرف شد فهمید که کوتاهی کرد. کار خیلی قشنگیه. با وقوع جنگ بین ایران و عراق، محمد رضا لطفی و حسین علیزاده از معدود هنرمندانی بودند که به جبهه رفتن. یه روز دیدم در خونم زده شد، دیدم این آقای لطفی. گفتم آقای لطفی سلام قربون، تو چی کار اینجا، کجا تو کجا؟ گفت من از همین خونت پیدا کردم، تو فرار نمی‌کنی از دست من، فکر نکنی. بعد گفتم استاد عزیزم قربونه خوش اومدی، پاد سر چشم. گفت نه میخوام برم جبهه. گفتم آخه تو تفنگ میندازی بندازی جبهه میتونی بری قربونه، میخوای بری چی؟ گفت نه ما نیاز هست که ما ببینیم صحنه رو. ما تحت تاثیر در واقع صحبت‌های یه استاد موسیقی که در سوربن درس میداد، استاد ترامانکن که اصلیتش یعنی ویتنامی بود ولی در پاریس زندگی میکرد و اونجا اسم موزیکولوژی بود و خیلی رابطه نزدیکی با مرکز حفظ شاهی داشت، ردیف هم حسابی بلد بود. یعنی وقتی ما اونجا کنسرت میدیم گفت شما چه گوشه‌ای زدین، اینجا دستگاه زدین، همه رو بلد. این از خاطراتش تعریف میکرده که در جوانیش وقتی جنگ ویتنام بوده خودش تنهایی ساز به دست چقدر میرفته برای سربازا موسیقی اجرا میکرده و چقدر روحیه میداده به سربازا. این خیلی قشنگه که موسیقی میتونه مثلا در یه جبهه جنگ چقدر به سربازا انرژی بده، نیرو بده. ما به این قصد رفتیم و اونجا مشورت ها و صحبت ها شد ولی معلوم بود که موافقت نمیشه. بعدا برای که ما نسیم کار بکنیم یه کنسرتی برای خانواده جنگ زده ها در تهران گذاشتیم که اونا اصلا اومدن به هم زدن. یعنی نه تنها در جبهه نشد که در تهران هم نشد. خدا شاهد با اسلحه سه نفر پاسدار اومدن که یکیشون گرنگدن اینجا نیا با اسلحه آشنا هستی، این گرنگدن که میکشی گله میره تو خان آماده شلیک میشه. یک در هزار اونا که با اسلحه آشنا هستن ممکنه با همین گرنگدن شلیک بشه. اینجا من گرنگ من وسط بودم دیگه، ناظری بود و لطفی رو اینجا من گرنگدن کشیدم برانش برانش برید پای بام تو وقت در لا 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 درست همین نقطه بود. به جای اینکه قطع کنیم فیدش کردیم، در لا 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 فید کردیم، یه وجه سازه در گذاشتیم زمین آمدیم بیرون. تحمل شهر بی موسیقی برای موسیقیدان آسون نیست. وقتی که تک تک درها به روی محمد رضا لطفی بسته شد، او هم مثل بسیاری از هنرمندهای دیگه کشور رو ترک کرد تا ساز خاموشش رو جای دیگه به صدا در بیاره. این مهاجرت ها که میدونید مهاجرت اختیاری نبود، شرایطی بود که دیگه جای موندن نبود و آقای لطفی که به ایتالیا اومدن به روم، من همون موقع در آلمان بودم و آقای لطفی کسی بود که من وقتی میخواستم برم آلمان سال قبلش در شورای هیئت مدیره چاوش که خودم هم توش بودم اونجا مطرح کردم که من میخوام برم، من به قصد ادامه تحصیل میخواستم برم، حالا به جای دیگه کشونده شدم. آقای لطفی کسی بود که مخالفت کرد، گفت نه نباید رفت. ولی ببینید به حال چه شرایطی پیش اومد که ایشون که اصلا قصد رفتن نداشت به ناگهان من شنیدم که آقای لطفی هم رفت به ایتالیا.
وقتی که اومد بیرون با هم تماس داشتیم، شروع کردیم دو نوازی میکردیم، یعنی بداهه و یه دوره خیلی، چون رابطه خیلی نزدیکم داشتیم، دو نوازی ها اصلا خود ما رو منقلب میکرد، برای اینکه خیلی حس مشترک پیدا میکردیم با دو بیان مختلف. دو نوازی های لطفی و علیزاده ادامه داشت تا وقتی که با حسین عمومی و محمد قوی حلم همراه شدند و اولین کنسرت بزرگ خارج از کشور رو در پاریس اجرا کردند. سال 86 ما یک کنسرتی من توی پاریس ارگانایز کردم که خیلی کنسرت بزرگی بود، یعنی در حقیقت سالن خیلی بزرگی بود و خیلی با استقبال روبرو شد، به طوری که هر دو شب سالن پر بود. بعد از این کنسرت ما رفتیم آمریکا، یه تور آمریکا گذاشتیم. خب ما قرار بود مثلا یه ماه دو ماه اون توری که داشتیم انجام بدیم، چون تعداد کنسرتامون زیاد بود، و بعد برگردیم. و البته لطفی که خیلی با اکرا اومد آمریکا، از وقتی وارد آمریکا شد دنباله نمید که چجور میشه موند، خوشش اومد از آمریکا. با اینکه لطفی به شکل فیزیکی در آمریکا بود، ولی دلش با یاران قدیمیش بود و به هر بهانه با اونها همراه میشد و برگی بر دفتر موسیقی دستگاهی ایرانی میافزود. همون سالی که با هم میگم راست پنجگاهش رو کردیم و سگارو لطفی، من زنگ زد امریکا، گفت من عرض بشی تو یه دو روز زودتر بیای ما با هم یه کمی کار کنیم، تو من ریتم تو رو حالا به دست میارم، چون سالها با هم ساز نزدیم و ریتم تو نمیدونم چیه. این خیلی توجه خوبی بود که به ریتم آواز توجه میکرد لطفی، برای این بود که میتونست خوب بیاد. گفتم خیلی خوب، دو روز زودتر اومدیم و یه دو سه جلسه با هم دیگه کار کردیم و به حال فهمید که من بعضاً چطوری کارم. این که کار خوبی داشتیم. هر چه کنی بکن من کن، هر چه کنی آخ بکن من کن، ترک من این اجراها آخرین کارهای مشترک محمد رضا شجریان و لطفی بودند که حاصل آن آلبوم‌های معمای هستی و چشم نوش شد. من اجراش کردم که ما نمیتونیم کنار هم دیگه خیلی باشیم. ساز آواز تو ساز آواز خوبی، ولی در چیزای دیگه سختی کنار هم دیگه بودن. دیدگاه سیاسیمون، دیدگاه اجتماعیمون خیلی همخوان نبود با هم دیگه. لطفی یک مسیر رفت، منم مسیر خودم. واقعا اینو از صمیم قلبم میگم، یا با خدا اینو خواسته فکر میکنم دارم با قول قدیمی تیکه میدازم اینا، نه ولی حتی خانده های یکی اول مرد آواز ایران آقای شجریان دوران طلاییش با لطفی طبعاً اون شرایطی که در زمان گروه شیدا در رادیو اون چیزا نبود، در خارج کشور همه چیز دشوارتر بود، ولی بهترین آثارش هم در همون دوره به وجود اومد، بهترین کنسرت‌ها رو داد و بعدها که اینا به صورت آلبوم منتشر شد در ایران، تازه همه فهمیدن که ایشون چقدر کار کرده. و میگفت که خودش تعریف می‌کرد، میگفت تا نصفه های شب میشستم ساز تمرین می‌کردم. لطفی ساز کمونچش رو در خارج کشور به کمال رسوند، واقعا به عنوان یک نوازنده کمونچه. زندگی در خارج از ایران اجازه نمیداد که لطفی آنطور که باید و شاید موسیقیش را پیش ببرد. همین هم موجب شد که مسیر حرکتش تغییر کنه و سبک و سیاق کارش متفاوت بشه. لطفی در سالهای بعد به جز گرایش به بداهه نوازی و اجراهای تکی یا دو نفره، بار آواز را هم اغلب خودش به دوش میکشید. ابتکاری که به نظر من استاد محمدرضا لطفی در تک نوازی های خودش ایجاد کرد همون بود که مثل این بخشی های محلی وقتی که حسش از
سازش بالاتر میزد، یعنی این ساز جوابگو نبود، میخواست با یک کلامی فریاد بکشه، از سینه نفس بر بیاره. و این ارضا کننده است برای نوازنده ای که معمولا دیدم توی موسیقی محلی این کارو میکنن که خودشون فریاد میکشن، میخونن، روایت میکنن، از کلام کمک میگیرن، از صدای خودشون کمک میگیرن که براشون اون موسیقی ارضا کننده باشه. اونجاییه که دیگه ساز جواب نمیده. اون درد خودش هیچ وقت نمیگفت من آواز میخونم، میگفت من داد میکشم. خب از لطفی خیلی موقع ایراد میگرفتند یا میگرفتیم که چرا میخوانی و خون وقتی ساز میزنی. البته رفته رفته اینا به شرمنده عادت داد این مسئله رو، ولی من فکر کنم که حتی تا آخرین روزهایی که لطفی زنده بود اگر چیزایی رو میخوند واقعا میداد یک خواننده میخوند، اون وقت میدیدیم که اونا هم خیلی زیباست، یعنی جملاتش فوق العاده زیبا بود، ولی چون خودش میخوند خواننده نبود اون وقت این اون جلوه رو نمیکرد. خیلی وقتا یک آهنگساز یک موسیقین چیزایی به ذهنش میرسه که نمیتونه یه خواننده بیان کنه. با سوای وطنم که از آهنگوهای خیلی قدیمی خانواده های کردستان هستش و در افشاری هم هست، من این اول بار در واقع از این درمیش قدیمی اونجا از قادریا شنیدم، حفظ شدم. بعد یه زفته بودم قرار داشتیم به آشجریان، زفته بودم خونش تنها هم بودیم دوتایی، بعد یه حال میکنه دارم دوتایم ساز بزندیم خونم خلوت بود اینا، من ستار رو گرفتم اونو شروع کردم، یه شروع کردن شروع دادم، اونا آمد نشست و ضبطم روشن کرد و یه شروع خیلی با احساس و زیبای خون و دیگه آخرش که تموم شد با آواز تموم شد، من سازم تموم شد، بعد من شروع کردم به خوندن. اون موقع اینجوری بود از اون موقع داستان فرام میکرد برای قبل از انقلاب. بعد چون تو شور میخوند من این باز هوای وطنم رو توی شور بلبدای همونجا ساختم خوندم همونو. کنسرتاش رای پودر نوازنده بزرگ گیتار بلوز در کنسرت شرکت کرده بود و جز مدعوین بود. با رای پودر من شروع کردم صحبت کردن راجع به این موضوع که شما در چه لولی به قول ما با این موسیقی رابطه برقرار میکنی، برای شما چجوریه موسیقی که موسیقی لطفی رو میشنوی. گفت که من هر وقت ساز لطفی رو میشنوم احساس میکنم یک دستی رفته توی تاریخ و از چندین قرن پیش تا به حال داره تاریخ اون مملکت رو برای من تعریف میکنه. در سالهایی که محمد رضا لطفی بیرون از ایران بود ارتباطش با سایه حفظ شد. دوستی این دو نفر از جنسی نبود که فرسوده بشه، عشقی دو سویه بود که موسیقی دستگاهی ایران رو متحول کرده بود. آقای لطفی از آمریکا پیغام داد که یه برنامه با هم دیگه اجرا بکنیم و یادگار باشه. قرار بود چهارشنبه آقای لطفی بیاد، به جای چهارشنبه لطفی جمعه آمد.
شب کنسرت گفتم آقای لطفی شما قسمت اول برین اونجا خودتون ساز بزنین هر چی بخواید بکنین بکنین، قسمت دوم من میام شعر بخونم. از قسمت دوم که رفتم اصلا نمی‌دونستم، من هیچ پیش‌بینی نکرده بودم. بعد اونجا نشستم یادم اومد که اون غزلی برای لطفی ساخته رو بخونم. تو من از سحر سخن دم نزنم، پیش ساز تو من از سحر سخن دم نزنم، که زبانی چو بیان تو ندارد سخنم. رحم گردان و نگه دار همین پرده راست، تا من از راز سپهرت گرهی باز کنم. چه غریبانه تو با یاد وطن می نالی، من چه گویم که غریب از دلم در وطنم. شعر من با مدد ساز تو آوازی داشت، کی بود باز که شوری به چمن در فکنم. همه مرغان هم آواز پراکنده شدند، آه از این باد بلاخیز که زد در چمنم. بالاخره بعد از 20 سال دوری از ایران، لطفی به زادگاهش برگشت و به همراه محمد قوی حلم کنسرت بزرگی در فضای باز کاخ نیاوران برگزار کرد. به هر حال این کنسرت خیلی از نظر سی احساسی برای ما خیلی مهم بود، به طوری که من خودم وقتی که رو صحنه آمدم حدود یه رو 20 دقیقه تو گلوم بغض پیچیده بود و نظر حسی خیلی بالا بود. صحبت‌های مختلفی هم راجبه شد که خب دیگه زیاد وارد جزئیات نمیخوام بشم. کنسرت نیاوران با استقبال زیادی روبرو شد و به جز طرفداران موسیقی لطفی، خیلی از چهره‌های سرشناس هم این اجراها را از نزدیک دیدند. اما بازخوردهای مطبوعاتی زد و نقیض بود. خیلی موقعا از خیلی ایراد میگیرن، یعنی که یک نقطه را گرفت چسبید و دیگه حرکت نکرد. خب این که مثلا خصوصیت هنری نیست. ثبات فکری و انسجام و تداوم نکته مهمیه که باید برای هنر هنرمند باشه.
ولی این مطلق نیست برای همه. هر انسانی تو هر زندگی، تو زندگیش هر نوع تجربه‌ای رو حق داره بکنه، کسی چی نمیگه. هر نوع اشتباهی رو حق داره بکنه، کسی چی نمیگه. هنرمندا همیشه زیر ذره بینن و متاسفانه بیشتر خود جامعه هنریه که میاد این چیزای منفی رو به صورت بزرگ میکنه. یکی از مهمترین جوانب کار لطفی از روز اول تا به آخر مسئله آموزش بود. لطفی در هر دوره کاری که داشت شاگردانی رو پرورش داد که بعضی از نسل اولی های او جزء سرشناس‌ترین چهره های موسیقی امروز ایران هستند. از سمنان به تهران اومدم برای یاد گرفتن موسیقی، به قصد اینکه پیانو ایرانی یاد بگیرم. پیانو محجوبی رو خیلی دوست داشتم و در عشق پیانو ایرانی میسوختیم که یه دفعه صدای سازی شنیدم از رادیو و همون سال اول یا دوم فعالیت آقای لطفی بود و شیفته ساز ایشون شدم. واقعا لطفی وقتی که به کار موسیقی میرسید با حالا چه کسایی که شاگردش بودن چه کسایی که همکارش بودن، هم رتبه خودش بودن در موسیقی، واقعا با جان و دل این کار رو میکرد. من بارها شاهد این بودم که شاگردای خیلی خیلی مبتدی و شاگردایی که بیشتر ساز زده بودن، لطفی به یه اندازه براشون انرژی میذاشت و وقت میذاشت و با مهربانی و با صبر واقعا به همه ما درس میداد و هر اون چیزی که میخواستی از لطفی در موسیقی آماده بود که بهت یاد بده. و روزی که باش روبرو شدم چند ماه بود تار زده بودم به عشق این که بتونم خدمت ایشون برسم. و وقتی من نشستم تو دانشکده من زیبا در دفترشون نشستم رو صندلی گیتار بزنم، ایشون واسطاد جلوی من. یه دفعه یک احساس ابهتی از ایشون به من منتقل شد که من واقعا ترسیده بودم. قد بلند و گفت خب بزن ببینم چیکار کردی. من هم چون تو این 6-7 ماه به شدت تمرین میکردم یه چیزایی زدم پیش آمد اسمان نیدا بود و چند تا قطعه زدم و بعد گفت واقعا همین مقدار دارید کار میکنی؟ این همین چند ماه؟ گفتم آره. براش گفتم که از سمنان اومدم این برنامه رو داشتم و به عشق موسیقی سالها انتظار کشیدم، اونجا استاد نبود و اینا، الان هم دوست دارم بیام شاگرد شما بشم. گفت خیلی کار کردی، خیلی معلومه زحمت کشیدی، ولی هر چیز یاد گرفتی باید بریزی دور. گفتم چرا؟ گفت که غلط یاد گرفتی دیگه. لطفی واقعا فقط دنبال موسیقی نبود، یعنی لطفی نگاه کلان فرهنگی داشت، لطفی هدف داشت. لطفی برای موسیقی مملکتش واقعا تعصب داشت و واقعا عشق داشت و این عشق رو شما میتونستی قشنگ در زندگی روزمره این آدم ببینی. هیچ موزیسین موسیقی دار نوازنده در نسل من وجود نداره که به نوعی اشتیاقش رو نسبت به موسیقی از محبت لطفی کسب نکرده باشه. لطفی با گشودن مکتبخانه میرزا عبدالله و احیای گروه شیدا قدم بزرگی برداشت در راه انتقال دانش وسیعش از موسیقی دستگاهی و ردیفی به نسل‌های بعد. لطفی به جز آثار شنیداری که از خودش به جا گذاشت، با پرورش صدها هنرجو جاده موسیقی دستگاهی ایران رو هم برای آینده هموارتر کرد. اگر بخوام لطفی رو یک نکته بارز که من دیدم در وجود این آدم نام ببرم که از همه در واقع مشخصات لطفی در از دید من پررنگ تره،
این بود که لطفی هیچ وقت از موسیقی خسته نمی‌شد. شاگردان تأثیر بسیار زیادی در آینده موسیقی ایران خواهند و فکر میکنم نقش بسیار زیادی خواهند داشت و به نوعی مرزاتی با تربیت این شاگردان به نوعی آینده موسیقی ایرانی رو بیمه کرد. عادت کردم زندگی را همیشه مثبت ارزیابی کنم. نقش مثبت خودم را در هر جایی شکوفاتر کنم. من به عنوان یک موسیقیدان و آهنگساز تلاش کردم تا دلهای شما را به هم نزدیکتر و عنصر عشق را در دل همه شما زنده نگاه دارم. من لطفی داشتم. خاطرم اون هنری که داشت، خاطر تواناییی که داشت، حسی که تو نوازندگی داشت. آدم منحصری بود، برای من خیلی قابل احترام. به گمان من هنوز درباره لطفی داوری درست نشده، درباره کار موسیقیش. خوشحالم که موقعی که زنده بود، تو آخرین کنسرتش به خودش گفتم. آقای دلم نشد که بهش گفتم، اصلا گفتم تو تختی موسیقی ایران است. لطفی هر جوری شما آنالیزش بکنی، که من از دوران خیلی جوانی باهاش آشنا بودم، دوست بودم، یک چیز گمگشته‌ای، مثل همون چیزی که هممون دنبالش می‌گردیم، یک گمگشته‌ای داشت. خلاصه یادش بخیر دیگه.